حضور بیننده های گرانقدر برنامه نگاه به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان، مراتب احترام و صمیمیت و درودهای به پایان خود تقدیم می کنم. آرزومند هستیم شما عزیزان، هموطنان گرامی و مجموع شنونده های برنامه در هر کجای جهان که زندگی می کنید دارای سلامتی و صحت و آرامش باشید. اینک با آرزوی تأمین صلح و عدالت و آرامش و سعادت مردم افغانستان، 89مین بخش برنامه نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان آغاز می کنیم که از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 از شهر بزرگ تورنتو کانادا پخش میشه. تاریخ امروز 16 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است، ساعت 7 شام به وقت تورنتو کانادا. و طوری که شما عزیزان آگاهی دارین، برنامه ما حدود تقریبا یک ساعت از ساعت 7 تا 8 شب ادامه خواهد داشت. لطفاً با ما باشین تا برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان ادامه بدیم. و قبل از همه بار دیگر خودم ناگزیر میدانم از همه محبت های شما هموطنان عزیز، بیننده ها و شنونده های گرانقدر، و از کامنت ها نظرات نیکتون در مورد برنامه ما اظهار امتنان بکنم و امیدواریم بتانیم زنده باشیم و برنامه های مفیدتر، منسجمتر و بهتری را تقدیم شما عزیزان بکنیم. با همین مقدمه مختصر خدمت عرض کنم که تا هفته گذشته در مورد استعفای سردار محمد داود خان از مقام صدارت افغانستان، تعیین دکتر محمد یوسف خان با عنوان صدر اعظم جدید و عضو غیر خاندانی از طرف محمد ظاهر شاه، تشکیل کابینه و تصویب قانون اساسی و یک سلسله مشکلات و معضلاتی که در این دوره وجود داشت تذکراتی داشتیم، سخنهایی، و گفتیم که خانواده پادشاهی یا محمد ظاهر شاه که تا او سال تانسته بود تا حد زیاد استقلال خود در چارچوب سلطنت افغانستان حاصل بکنه، استقلال از نفوذ و فشار بنی عمام خودش، البته خواست و تصمیم گرفت تا یک نوع آزادی بیان، آزادی گفتار، آزادی فردی یا اجتماعی در افغانستان و یک سلسله تحولات نسبتا دموکراتیک به وجود بیاید. که از نوشته بعضی از شخصیت های بلند رتبه و شاهد او زمان اطور برمیاید که پادشاه واقعا چنین تصمیم گرفته بود. چرا؟ در جمله عوامل استعفای محمد داود خان چند عامل تذکر داده بودیم. یکی از او عوامل اگر به یاد شما عزیزان باشه این بود که گفتیم در منطقه، یعنی در کشورهای دوروبر افغانستان، تا او سال یک تحول و تکانه و هنگامی پیشرفت و ترقی و برنامه ریزی ها و برنامه سازی ها به وجود آمده بود. مثلا در ایران تحت زعامت شاهنشاه ایران جنبش های اجتماعی و فرهنگی و علمی و اقتصادی به خصوص با استفاده از عواید سرشار نفت و گاز روی دست گرفته شده بود و به وجود آمده بود. همچنان در هندوستان به نام انقلاب سبز نهرو و رهبران خردمند او سرزمین جنبش جوش تولیدی و زراعتی و صنعتی و علمی براه افتیده بود. و در بناگوش افغانستان عرض کرده بودم یک کشور تازه نفس و تازه تأسیس به نام پاکستان که یک پدیده استعماری بود به وجود آمده بود. نه تنها چون این کشوری در بناگوش افغانستان بنا شد، بلکه بسیار بسرعت به طرف ملیتاریزم یا به طرف نظامیگری تقویت بنیاد عسکری پاکستان و سایر پیشرفت ها حرکت میکرد و با همکاری کشورهای حامی پاکستان و حتی درد سرساز شده بود به کشور ما.
همچنان گفتیم که در شوروی دیروز از نظر ایدئولوژیک، از نظر صنعت و پیشرفت و نفوذ در کشورهای مختلف جهان واقعا به اوج شهرت خود رسیده بود در سطح جهان. ولی یگانه کشوری که در میان این همه کشورهای منطقه هنوز هم به صورت دردناک عقب مانده بود و هنوز هم اوتو تحولی که مورد نیاز مردم افغانستان و مورد نیاز روزگار مردم ما بود با وجود نامده بود، با آنکه سردار محمد داود خان عرض کرده بودیم که طی دو پلان 5 ساله انکشافی خود یک سلسله از پروژه های زیربنایی و مهم با همکاری مقام های شوروی دیروز و بعضی کشورهای غربی و سازمان ملل و بانک جهانی و بانک آسیایی روی دست گرفت، مگر کافی نبود، چون آنقدر افغانستان از نقاط نظر مختلف عقب مانده بود که همون دو پلان 5 ساله داود خان با آنکه غالبا تطبیق هم شد باز هم کافی نبود. پس بخصوص از نقطه نظر آزادی های اجتماعی، آزادی های فردی، آزادی بیان و سیاسی هنوز هم مردم ما، نسل نو، روشنفکران در مضیقه قرار داشتند، چون یک دوران استبداد طولانی را پشت سر گذاشته بودند. روی همه عوامل مختلف و بالاخره به خاطر نجات خانواده سلطنتی و نجات سلطنت، پادشاه وقت تصمیم گرفت که تحولاتی در کشور آهسته آهسته باید رونما شود. بنابر اون از شوهر همشیره و فرزند کاکای خودش محمد داود خان تقاضا کرد که باید استعفا بده. اما گفته بودیم که استعفای داود خان از مقام صدارت به معنای انصراف از حاکمیت کامل نبود، بلکه آرزومند بود. با تقدیم استعفا به پادشاه و عقبروی نسبی و بعدا با ایجاد یک حزب که خودش در راستش باشه و یا از طریق انتخابات و پارلمان بتونه برگرده به قدرت، که عرض کرده بودم که درجه ماده 24 قانون اساسی جدید وقتی تصویب شد تقریبا پروبال داود خان و سایر اعضای خانواده پادشاهی را بست و این موجب خشم داود خان شد. به می حساب خدمت شما عزیزان آل ادامه میتیم موضوع را پیش میریم که چی شد بالاخره که این دوره قانون اساسی بالاخره به ناکامی گرایید، به موفقیت نرسید. در اینجا زنده یاد میر محمد صدیق فرهنگ که در او زمان به عنوان یک بخش مهم تصویب قانون اساسی موقف داشت و از طرف پادشاه تعیین شده بود و خودش در جریان حوادث بود، کتابی داره به نام خاطرات صدیق فرهنگ. وقتی این شما مرور میکنین در همین بخش، در همین مقطع تاریخی وطن ما اظهاراتی داره که من یقین دارم چون خودش شاهد زنده و شاهد مستقیم حوادث بود و در ساختن قانون اساسی جدید افغانستان دست بالا داشت و خیلی فعال مایشا بود در شب و روز، بنابر او هر آنچه که نوشته و گفته از اعتبار برخوردار است. در یک قسمتی از کتاب خودش در صفحه 289 کتاب خاطرات خود می نویسه که مقارن همی ایام روز دکتر محمد یوسف وزیر معادن و صنایع که در کابینه سردار محمد داود خان با عنوان وزیر معادن و صنایع کار میکرد، هنوز هم یعنی در مقام وزارت خود بود، با رئیس صدر اعظم تعیین نشده بود، به من پیام فرستاد که میخواهد برای سرکشی از کارهای پروژه برق نقلو که در 70 کیلومتری شهر کابل زیر ساختمان بود به آنجا برود و من و آقای عزیزی، یعنی غلام دستگیر عزیزی رئیس صنایع وزارت، نیز با او خواهد بود، چون در برابر موتری که باید با آن سفر می کردیم رسیدیم. وزیر از عزیزی سوال کرد که آیا می تواند رانندگی موتر را با عهده بگیرد؟ چون وی پاسخ مثبت داد، دکتر یوسف خان موتران را مرخص کرد و ما 3 نفر در موتر جا گرفتیم.
چون اندکی از شهر دور شدیم، وزیر مرا مخاطب ساخته گفت: فرهنگ، چه فکر میکنی که آیا وقت یک تحول اساسی در طرز اداره افغانستان فرا رسیده است؟ من که از شنیدن این سخن گوشهایم به اصطلاح اوج شد، پرسیدم: چه نوع تحول؟ در جواب گفت: مثلا از آن نوع تحولی که در دوره شاه محمود خان شما و یک از روشنفکران تقاضا داشتید. من جواب دادم که تا جایی که به من و اشخاصی که مانند من فکر می کنند مربوط است، ما در گذشته چنین تحولی را تقاضا داشتیم و اکنون هم آن را می خواهیم. سپس مباحثه طولانی بین ما راجع به امکانات کامیابی چنین تغییر و تحول و راه تقرب به آن آغاز گردید که تا رسیدن به نقلو دوام یافت. این نقل قول به این منظور خدمت شما برز رساندم که بدانیم که یک نوع زمینه سازی قبلی یا بستر سازی از طرف پادشاه محمد ظاهر شاه به وجود آمده بود و غالبا موضوع تحول پادشاه با دکتر یوسف خان و یا شاید با بعضی از اعضای دیگه حکومت به میان گذاشته بود. به می دلیل بود که دکتر محمد یوسف با عنوان وزیر معدن صنایع او زمان این موضوع را با زندیات فرهنگ مطرح می کنند تا افکار بشورانند، افکار مطالعه بکنند و برداشت های جمع‌آوری بکنند. زندیات فرهنگ باز هم در صفحه آینده همی کتاب پس از همی توضیح قبلی می فرماید که داود خان و نعیم خان پیشنهاد دیگری داشتند که مبنی بر تعویض نمودن حکومت خانوادگی به حکومت یک حزبی بود. ایشان با بهره‌گیری از نفوذی که در دوره طولانی زمامداری خود در محیط حاصل کرده بودند با تأسیس حزب یگانه پرداخته و از آن طریق دوباره مقام صدارت و حیثیت دکتاتور را کسب نموده به دلخواه خود و بلا مانع به حکمرانی می پرداختند. این تذکر زندیات فرهنگ هم به این معناست که عرض کردیم قبلا سردار محمد داود خان وقتی استعفا میده در این وقت امیدوار است که میتونه باز هم به قدرت برگرده، که سخن قبلی ما را نوشته و اظهارات جناب فرهنگ تایید میکنه و ما هم وقتی چنین میگیم به اساس همی اسناد تذکر میتیم. و ضمناً برداشت و شناختی که از سردار داود خان همه در افغانستان داشتن یقیناً شخصیتی بود که به هیچ صورت در خانه نشستن منفعل بودن و در مقام غیر حاکم بودن برش بسیار سخت تمام میشد، چون انسان پر انرژی بود، میخواست کاری بکنه به زعم خودش. به می دلیل وقتی ماده 24 در قانون اساسی گنجانیده میشه و دست اعضای خانواده سلطنتی را از کار کردن و رسیدن به کرسی های بلند صدارت و قضا و شورا و وزارت کوتاه میکنه، یقینا موجب ناراحتی سردار محمد داود خان، سردار نعیم خان و دوستان نزدیکش میشه. همینجا است که در قسمت اقدامات و اجراعات زندیات دکتر محمد یوسف خان باعث صدر اعظم غیر خاندانی و حالات جدیدی که به وجود آمده در کشور سنگ اندازی ها آغاز میشه و گفته شده که در این سنگ اندازی و دخالت ها و کارشکنی ها به انواع مختلف از یک طرف سردار محمد داود خان با حلقه نزدیک و حلقه دوستان خودش که نفوذ داشتن، طبعا قلم داشتن، بیان داشتن، امکانات مالی داشتن و حتی در بعضی از کرسی های دولت هنوز هم جا به جا بودن، توسط این گروه و همچنان از جانب مقام های اتحاد شوروی دیروز و سفارت نشینهایش در کابل و دستگاه استخباراتیش و ضمناً افراد و عناصر دوستدار و پیرو کرملین در افغانستان، در این مورد در قسمت ناکامسازی اقدامات صدر اعظم جدید فعال شدند.
نگفته نمانه دوستان عزیز که تا این سالی که ما صحبت میکنیم هنوز حزبی به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان رسما ایجاد نشده بود، ولی رهبرانش و فعالینش هنوز هم در صدد در جریان فعالیت های سیاسی بودن یا علنی یا مخفی و تدارک تشکیل رسمی حزب. پس اینا فعال بودن، به شمول ببرک کارمل که از قبل هم در موضوع پشتونستان، در پارلمان و در صحبت ها و سخنرانی ها فعال مایشا بود. فقط این تذکر نسبی بود که خدمت شما به عرض رساندم. و اما در این زمان در صفحه 313 خاطرات زنده یاد غبا، زنده یاد فرهنگ، نقطه دیگه هم نهفته است که مربوط میشه به اوضاع امو شب و روزی که در کابل به وجود آمد. میفرماید که من صراحت گفتار پژواک علیه قانون اساسی جدید که پایه و بنیاد سیاست حکومت و اراده شاه می باشد چنین نتیجه گیری کردم که یک نوع سفارایی در برابر این سیاست در حال تشکل است. شاید محرک این سفارایی سردار داود خان و نعیم خان باشند که پژواک همیشه با ایشان نزدیک است. بینوا و حبیبی که در گذشته از حرکت جدید پشتیبانی می کردند، حالا با مشاهده مخالفت یک قسمت از خانواده شاهی ترجیح می دهند که در انتظار حوادث سکوت اختیار کنند. این برداشت زندیات فرهنگ در او شب و روز است که آدم دراکی بوده، آدم تجربه بود از نظر سیاسی و در تماس با جوانب مختلف و با مقامات مختلف و خودش دست در کار. این برداشت همین شخصیت است که درج کتاب خود میکنه. به هر حال دوستان عزیز، عاقبت زنده یاد دکتر محمد یوسف خان که با عنوان صدر اعظم از طرف پادشاه تعیین شده، کابینه خود میسازه و مسائل، یعنی انبوهی از مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و فکری پیش پاش افتیده که باید به همه اینها برسه، با البته موازی با همه مشکلاتی که عرض شد که کار آسانی نبوده. عاقبت یک کمیته تعیین میشه از طرف صدر اعظم جدید و البته با تایید پادشاه به نام کمیته تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، که رئیس و اعضای کمیته را خدمت شما معرفی میکنم. در اون زمان زنده یاد سید شمس الدین مجروح به حیث رئیس این کمیته، که البته کمیته هفت نفری است به شمول رئیس یا مسئول کمیته، جمعا هفت نفر میشن. سید شمس الدین مجروح در رأس کمیته، زنده یاد سید قاسم رشتیا، دکتر نجم الدین انصاری، عبدالصمد حامد، محمد موسی شفیق، حمید الله حمید و زنده یاد میر محمد صدیق فرهنگ. این کمیته موظف میشن تا تصویب قانون اساسی جدید افغانستان روی کاغذ بریزن، که این شخصیت های تعیین شده، البته هر کدامش به شمول موسی شفیق که گفته شده از جمله حقوقدانای ورزیده افغانستان بوده و تجارب زیادی در این مورد داشته، در دانشگاه الازهر تحصیل کرده بود، همونطور صمد حامد، همونطور خود میر محمد صدیق فرهنگ و آقای شمس الدین، این شخصیت های توانمند بودند در اون زمان. چون تصویب قانون اساسی، آن هم جدید، آن هم با در نظر داشت شرایط خاص و عام و زمان، گپ آسان و کار آسانی نبوده. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه قائل میشیم، برمیگردیم، لطفاً با ما باشین، موضوع را ادامه میدیم.
حرمت مجدد خدمت شما بیننده های گرانقدر برنامه نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردمی افغانستان، اینک موضوع مربوط به تصویر قانون اساسی جدید و مشکلات ناشی از او و اوضاع سیاسی در شب و روزی که این قانون جدید تدوین میشه خدمت شما برز میرسونم. گفتیم که یک کمیته 7 نفری در قدم اول تعیین شد و توظیف شد تا خاکی قانون اساسی جدید بریزن با در نظر داشت شرایط عینی و شرایط ذهنی افغانستان او روز. همچنان این کمیته کار خودشان آغاز کردن و ادامه دادن که چند ماه را در بر گرفت، که البته بیشتر باید دقت میکردن، مشوره میکردن، مطالعه میکردن. و ضمناً سوالی که در میان این کمیته مطرح بود این بود که بیشتر از کدام قانون کدام کشور استفاده به عمل بیاید، الگو شود. بعضی پیشنهادها طوری بود که از قانون اساسی هندوستان که تازه به استقلال رسیده استفاده شود. بعضی ها می گفتن از قانون اساسی کشورهای مختلف مثلا ترکیه و امثال هم. اما بالاخره در این کمیته فیصله شد که بیشترین استفاده را باید از قانون اساسی فرانسه به عمل بیارن. روی همو دلیل یکی از شخصیت های قانونشناس و حقوقدان فرانسوی را به نام مستر موسیو فوژیر هم خواستن از فرانسه و ای را به خدمت گرفتن که در این کمیته باید کار کنن، مشوره بده و امور باریکی های قانونی را مد نظر بگیره تا یک قانون درست تنظیم شود و به میان بیاید. بعد از تصویر قانون اساسی و قبل از انفاذ قانون اساسی باز هم یک کمیته یا یک کمیسیون نسبتاً وسیع‌تر و بزرگتر ساخته شد، افراد و شخصیت ها تعیین شدن تا این مسوده قانون به بررسی بگیرن، کمبودایش نشانی بکنن و آنچه که لازم است که باید اضافه شود، حذف و حواشی و متن این قانون به صورت دقیق از طرف همین کمیته بزرگتر مورد مطالعه قرار بگیره. این کمیته بزرگتر که تعیین شد شخصیت ها و افرادش هم خدمت شما برز میرسونم تا جایی که به اختیار ما رسیده. زنده‌یاد احمد علی کهزاد که از جمله باستانشناس های مشهور و مورخان شهرت یافته و مبتکر افغانستان عزیز ما بود، همطور رشید لطیفی، محمد قدیر ترکی، محمد شاه ارشاد، نور احمد اعتمادی، دکتر قیوم رسول، عبدالمجید زابولی، امیرالدین شنسب، لال محمد کارگر، عبدالکریم احراری، محمد کریم نزهی، محمد هاشم مجددی، مولوی غلام نبی کاموی، صدیق الله رشتین، معصومه اسمتی، کبرا نورزایی، میر غلام محمد غبار، صلاح الدین سلجوقی، محمد آصف سهیل، خلیل ابوی، غلام سرور رحیمی و استاد خلیل الله خلیلی. این کمیته بزرگ در او زمان مسلماً با در نظر گرفتن تساوی حقوق، تساوی قومی و مطالعه فهم و دانش شخصیت ها و موقف و موقعیت هایشان برگزیده شده بود که این کمیته بالاخره مطالعات خودشان انجام دادن، بعضی مطالبی را که در نظرشان قابل اضافه کردن بود پیشنهاد کردن، او بخشایی که قابل حذف کردن بود همچنان در پیشنهادات خودشان گنجانیدن و آماده ساختن این قانون با لوی جرگه که باید تأسیس می شد، دایر می شد و اعضای لوی جرگه یا همون مجلس بزرگ ملی که در افغانستان از چندین سال به این طرف مروج بوده آماده بسازن که ساختن. لوی جرگه که
خب در شورا اول باید قانون پاس می شد که به تاریخ 22 میزان سال 1344 این شورا البته شروع به کار کرده بود و قانون باید مورد بررسی قرار می داد. و قبل از او، البته قبل از اینکه قانون به شورا بره و قبل از اینکه قانون مکمل شوه، قانون اساسی، انتخابات مجلس نمایندگان یا شورا صورت گرفته بود از کابل، حوزه های مختلفش و ولایات افغانستان. یعنی شورای افغانستان در اون زمان آماده بررسی این قانون اساسی و همچنان دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد به صدر اعظم تعیین شده بودند. کسانی که به عنوان وکیل یا نماینده مردم در شورای جدید و قانون اساسی جدید انتخاب شده بودند با اثر رایگیری، تعدادشون البته زیاد بود از ولایات مختلف و از خود شهر کابل، اما چند تایش در اینجا خدمت شما من حیث نمونه یاد میکنم و متذکر میشم. مثلا شهر کابل، ببرک کارمل، آقای آصف آهنگ، اناهیتا راتبزاد، استاد خلیل الله خلیلی، که البته استاد خلیلی قبل از اینکه قانون احزاب از طرف پادشاه توشیح شوه به حزب سازی اقدام کرده بود به نام حزب زرنگار. و وقتی دیگران دیدن که استاد خلیلی که با شاه بسیار نزدیک بوده و شب و روز حزب خود ساخته و در جلب و جذب برای خود حزب فعالیت میکنه، منصوبین حزب دموکراتیک خلق هم تشجیع شدن و خواستن هر چی زودتر حزب خود بسازن. و یک عده از افراد و اشخاص دیگه هم در همین صدد ساختن سازمان و حزب و تشکلات سیاسی شدن. رقیه ابوبکر، خواهر میر محمد صدیق فرهنگ، دکتر محمد ظاهر از لغمان، پدر احمد ظاهر که بعداً هم رئیس شورا تعیین شد و هم بعداً به عنوان صدر اعظم. مولانا ارشاد، آقای واصفی از قندهار، دکتر فرزان از هرات، گلپاچا الفت، محمد اسماعیل مایار، هلالی از فرا، سید علی گوهر از غوربند، همو سید علی گوهری که در اقدام کودتایی زندیاد اسماعیل بلخیس هم داشت یا تعهد سپرده بود که بالاخره دستگیر میشه و به زندان میره، چندین سال به زندان سپری میکنه. معصومه عصمتی، صداقت، وکیل کامی جلال آباد، سرور از قره‌باغ. این تعداد از افراد من حیث نمونه خدمت شما معرفی شد که در شورای ملی یا مجلس شورا راه یافته بودند و بسیار فعال بودند در قبال حکومت جدید و تعیین قانون اساسی و دادن رای اعتماد به صدر اعظم جدید. و قبل از همه آنچه را که باید موازی به این مسائل خدمت شما عزیزان برز برسانم، عبارت از تعیین اعضای کابینه دکتر محمد یوسف خان است. گفتیم دکتر یوسف خان مرد پرکار و مدبر و آگاه، بخصوص در رشته خودش علم فیزیک گفته شده که سرآمد بوده در روزگار خودش. و نقطه قابل تذکر دیگه در این قسمت ایست که گفته شده که محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان قبلا با شخصیت های دیگه مشوره کرده بود و برشان گفته بود که به عنوان صدر اعظم باید کابینه بسازه، ولی نپذیرفته بودن روی دلایل مختلف. از اون جمله خود دکتر محمد ظاهر صدر اعظم بعدی افغانستان که گفته شده شخص محافظه‌کاری بوده، روی دلایل مختلف وقتی میگیم، یکی از اون دلایل
بچارمده بود. او اختلاف خانوادگی و حضور سردار محمد داود خان در جریان و برخورد با افراد متنفذ خانواده شاهی بود که هر کسی به سادگی با آسانی جرأت نمی کرد که به این موقف یا به این مقام برسه و کارهایی را که می خواهد که انجام بده او را انجام داده بتانه. چون گفته بودیم که هنوز هم پادشاه و هم افراد پرنفوذ خانوادهش در امور حکومتی دخالت می کردن. گفته بودیم دکتر سردار محمد داوود، سردار محمد نعیم، سردار عبدالولی و شاه ولی خان کاکای محمد زای شاه که هنوز تا او زمان زنده بود و سایر اعضای خانواده پادشاهی، چون هنوز اینا مدت ها حاکم بلا منازع و غیر مسئول بودن، بنابرو عادت کرده بودن که باید مداخله بکنن و امر و نهی داشته باشن، نمیتونستن آنن از این نفوذ و صلاحیت ها و امتیازات خودشان منصرف شوند. پس به اشکال مختلف دخالت می کردن. عدم پذیرش مقام صدارت از جانب برخی از شخصیت های دیگه همی بود به صورت عمده. ولی دکتر محمد یوسف خان کسی بود که با شهامت این مقام پذیرفته. البته در این شک نداریم که پادشاه برش اطمینان داده بوده که حمایت میشه از صرف شاه به کار خود آغاز بکنه، ولی بازم در اون زمان کار دشواری بود. پس دکتر محمد یوسف خان با دقت، البته با وسواس و با نگرانی ها، یک تعداد از شخصیت های که باید همراهش همکار باشند و همکار مؤثر باشند در کابینه خودش تعیین کرد. از جمله سایر اعضای کابینه یک تعدادش خدمت شما برز می رسانم که در سال 1344 خورشیدی، البته اینی شخصیت ها در کابینه دکتر محمد یوسف خان آمدند. سید شمس الدین خان مجرو به عنوان معاون صدارت، جنرال خان محمد خان به عنوان وزیر دفاع افغانستان، که تذکر داده بودیم تای برنامه قبلی که این خان محمد خان در چندین کابینه بعدی هم به حیث وزیر امور دفاعی افغانستان موقف داشت و تعیین شده بود، که خودش از جمله او دخالت های خانواده سلطنتی یا دخالت های پادشاهی زمان نشان می دهد. ورنه کسای دیگه بودن که صدر اعظم باید به عنوان وزیر دفاع تعیینش می کرد یا در کابینه خودش می آورد. حسین مسا وزیر امور داخله، عبدالله یفتلی به عنوان وزیر مالیه، محمد هاشم میوانوال به حیث وزیر مطبوعات که البته تا مدت قبل از او ریاست مستقل مطبوعات گفته می شد، ولی بسیار زود به وزارت مطبوعات تغییر نام داد و تشکیلاتش بزرگتر شد. دکتر انس خان با عنوان وزیر معارف افغانستان، دکتر حیدر وزیر مخابرات، دکتر صمد حامد به حیث وزیر پلان، غلام دستگیر عزیزی وزیر فواید عامه، دکتر نورعلی وزیر تجارت، دکتر عبدالمجید وزیر امور صحیه، انجینیر اکبر رضا وزیر زراعت. طوری که میبینیم از القاب این شخصیت ها همه تقریبا دارای تحصیلات بلند رشته های خاص خودشان بودند. بنابر او به این نتیجه میرسیم که زنده یاد دکتر محمد یوسف در انتخاب و گزینش اعضای کابینه خودش دقت بسیاری انجام داده بود. با وجود چنین یک کابینه و با وجود دقت بسیاری که انجام داد، دکتر محمد یوسف خان وسواسی که داشت متاسفانه دوره اول انتقالیش از دو تا تقریبا دو نیم سال ادامه پیدا کرد که مصروف تنظیم امور گشت. سفرها، تبلیغات، ملاقاتها، تماسگیریها با کشورهای مختلف و تنظیم برنامه های انکشافی
و رسیدن به سایر امور اداری گذشت و ساختمان قانون اساسی تصویدش و بالاخره قانون اساسی رفت به پارلمان. در جریان که موجب حادثه سوم عقرب شد، دوستان گرامی شما میدونین که حادثه سوم عقرب ثبت تاریخ افغانستان شده و موضوعی بود بسیار مهم، پر سر و صدا در اخیر صدارت دکتر محمد یوسف خان، یعنی سال 1344 خورشیدی. در مورد سوم عقرب و حادثه که پیش آمد، نظرات مختلف، نوشته های مختلف، اظهارات مختلف صورت گرفته. یک عده از وطندارای ما گفتند که حادثه سوم عقرب خودجوش به وجود آمد و عده گفتند که نه، خودجوش نبوده، بلکه دستان غرض کار خود انجام داد و حادثه سوم عقرب به وجود آورد. بعضی ها نوشتهای بیشتری دارند، اما در این مورد فکر میکنم بهتر است یک بحث جداگانه داشته باشیم که چگونه سوم عقرب حادثه‌اش به وجود آمد، از کجا نشأت کرد، کی دخالت بیشتر داشت و چند نفر کشته شد و کی مرتکب چنین جنایت شد و بالاخره اوضاع در درون خانواده سلطنتی و تغییراتی که بعد از او به وجود آمد. این موضوعی است که به شما عزیزان وعده می‌سپارم که طی برنامه آینده به صورت اختصاصی تر صحبت کنیم تا یک بار دیگر این موضوع روشن شود از جنبه های تاریخی، جنبه های سیاسیش و تبلیغاتیش و به اصطلاح راست و دروغ تا حد زیادی تیمی برنامه گفته شود که سوم عقرب چقدر ارزش داشت و چقدر نداشت و اصل واقعیت و حادثه چگونه بود. این را خدمت شما وعده می‌سپارم که تایی برنامه هفته آینده خدمت شما برز می‌رسونم و آرزومند استم که چهارشنبه شب آینده هم با ما باشین تا این برنامه را بشنوین. و در اخیر که آهسته آهسته وقت برنامه ما با پایان میرسه، با آرزومندی صلح و سلام و سعادت مردم افغانستان، آزادی کامل، آزادی سیاسی و آزادی کامل انسانی و اقتصادی کشور عزیزم افغانستان و به نتیجه رسیدن مذاکراتی که در همین شب و روز در دوحه ادامه داره، برنامه را به پایان میبریم و با آرزوی سلامتی و صحت کامل شما عزیزان ودا میکنیم. شاد و موفق و کامیاب باشین.